گاهی اوقات سیاهی زیر چشم به علت خشکی پوست ایجاد میشه. برای اینکه قسمت‌های ظریف پوست رو مرطوب نگه داریم، میتونیم در زیر چشم ها از تیکه های آووکادو استفاده کنیم و یا با یک قاشق سوپخوری روغن بادام مخلوط کرده و به عنوان ماسک برای پوست صورت استفاده کنیم. جعفری سرشار از ویتامین C و K است که در روشن کردن پوست زیر چشم و از بین بردن پف زیر چشم بسیار مفید است. برای اینکه از این فواید سبزی جعفری بهره مند بشین، مقداری از آن را با آب گرم خرد کرده و چندین بار در هفته به زیر چشم بمالید. پس از مدتی به وضوح تفاوت را در رنگ زیر چشم احساس خواهید کرد. میوه خیار سرشار از محتویات آبکی است که پوست زیر چشم را مرطوب می‌کنه. همچنین دارای ویتامین K هست که التهابات و تغییر رنگ رو کاهش میده. برای استفاده خیار رو به تکه‌های بسیار نازکی قاچ کنید و قبل از استفاده در یخچال خنک کنید. اگر در خونه خیار پیدا نکردید، میتونید به جای آن از سیب زمینی استفاده کنید. سیب زمینی یک مزیتی به خیار داره و اون هم این است که به مدت طولانی‌تر خنک میمونه و این به از بین بردن پف زیر چشم و سیاهی چشم کمک زیادی میکنه. زردچوبه یک ضد التهاب بسیار قوی هست که پف زیر چشم رو کم میکنه و سیاهی ها رو از بین میبره. مقداری زردچوبه رو با آب آناناس ترکیب کرده و مستقیما روی لکه های سیاه روی پوست بمالید. مراقب باشین که روی جوش ها نمالید و پس از 10 دقیقه صورت رو بشویید. کیسه های چای رگ های خونی رو منقبض کرده و هنگام استفاده روی پوست تیرگی ها رو از بین میبره. پس از اینکه یک فنجان چای نوش جان کردید، کیسه چای رو کنار گذاشته و به مدت 20 دقیقه در داخل یخچال قرار بدین. سپس روی چشم ها بگذارید. شیر دارای مواد روشن کننده، صفر کننده و نرم کننده، آمینو اسید و آنتی اکسیدان ها می باشد. جهت استفاده پارچه های کتانی را به شیر آغشته کرده و زیر چشم ها قرار بدید و پس از 10 دقیقه بردارید. خمیر گوجه فرنگی یکی از مؤثرترین درمان ها برای سیاهی دور چشم است. شما میتونید به راحتی اون را در منزل تهیه کنید. یک یا دو گوجه فرنگی، یک قاشق سوپخوری آب لیمو و مقدار کمی زردچوبه را بردارید و با هم ترکیب کنید تا یک خمیر به دست بیاد. اون را به آرامی اطراف چشماتون بذارید. به آرامی با آب تمیز بعد از 10 یا 20 دقیقه آن را بشویید. این عملیات رو دوبار الی 3 بار در هفته انجام بدید تا رنگ پوست اطراف چشماتون رو روشن‌تر کنید. خواهید دید که این تیرگی‌ها به مرور کلاً از بین خواهند رفت.